ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده وضعیت تازه و پیش آمده در منطقه خلیج را برای ایالات متحده منطقه و مردم آن اذیت کننده می داند. وزیر خارجه ایالات متحده از حکومت قطر خواسته است تا در برابر نگرانی های به میان آمده مسئولانه رفتار کند و یک بار دیگر بیان داشت که واشنگتن بر مذاکرات اندیشمندانه تاکید دارد. ما از قطر می خواهیم تا در برابر نگرانی های همسایگان خود پاسخگو باشد. قطر سابقه حمایت از گروه هایی را دارد که تمامی عناصر سیاسی را در خود دارند. از فعالیت گرفته تا خشونت. امیر قطر در کار متوقف ساختن حمایت مالی و اخراج عناصر تروریستی از کشورش پیشرفت های داشته. اما او باید تلاش بیشتر و زودتر بخش دهد. آقای تلرسن همچنان از کشورهای عربستان سعودی امارات متحده عرب، بحرین و مصر خواستار کاهش تحریم ها در برابر قطر شد. این تحریم ها پیامت های بشری داشته است. ما شاهد کمبود مواد غذایی، جدایی اجباری خانواده ها و محروم شدن اطفال از مکاتب بوده ما فکر می که این پیامت ها نخواسته می باشد به خصوص در جریان این ماه رمضان. اما میتواند که به این مشکلات رسیدگی آجل صورت گیرد. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ ریکس تیلرسن را که در زمان تصدی شرکت اکسان موبایل تجربه کار با قطر دارد برای رسیدگی به نگرانی های به میان آمده در میان کشورهای خلیج من حیث میانجی پیشنهاد کرده است. در این حال رئیس جمهور دونالد ترامپ قطر را با تمویل تروریزم متهم کرده و گفته است که حل شدن مشکل در میان کشورهای خلیج فارس میتواند آغاز برای خاتمه یافتن دهشت افغانی باشد. من در نشست رهبران بیش از 50 کشور اسلامی صحبت کردم کشورهای مهم در منطقه موافقه کردند تا حمایت از تروریسم را چه حمایت مالی باشد یا نظامی و یا هم حمایت اخلاقی توقف دهند قطر متاسفانه که از دیر زمانه به سطح بسیار بالا تمویل کننده تروریسم بوده است در حاشیه نشست کشورهای اسلامی رهبران با هم یک جا با من در مورد رسیدگی در برابر رفتار قطر صحبت کردند کشور قطر میزبان ده هزار سرباز و یک پایگاه بزرگ نیروهای هوایی امریکا است که نقش مهم در عملیات های نظامی در سوریه، عراق و افغانستان را ایفا می کند. اما تا هنوز معلوم نیست که انتقادات رئیس جمهور ترامپ از آن کشور تا چه حد بر همکاری میان هر دو کشور تأثیر گذار خواهد بود. سیر عزیز رحمان تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.